دانش شهریگری را از کهن ما برای دیگران. درود بر مهمان یاران گرامی، روز و شبتون خوش. آرزو دارم هر کجا هستید در پناه اهورامزدا خداوند دانایی و توانایی شاد و تندرست باشید. این آشور و پاشورها رو ول کنید، تا سیوماسوها رو تازی مازی بازی را نندازین. در نظر دارن 10 میلیون شما رو با این بازی آشور و تاسو امسال بکشن. هرچی شما کمتر بشین اونا راحتتر میتونن زندگی کنن و مملکت نابود کنن و چپاول و غارت کنن. حالا از اون که بگذریم، میدونید که موسیقی کلن طرب هست، یعنی شادیست، رنگ هست، بزم هست، دستفشانیست، رقصه. موسیقی فقط برای نشاط آفرینیست. اصلا در فرهنگ کهن ایران که ایرانیان ما پیش از این منتشر کردیم، از 7000 سال پیش گروه موسیقی داشتن، اصلا موسیقی برای عزاداری، نوحه خوانی، روزه خوانی، ردیف خوانی حرفا نیومده. 40 سال سر شما رو گرم کردم، براتون بت ساختن، مرغ سحر میاد هی میگه ناله سر کن، چه کن چه کن، و 3-4 نفرم بشینن اونجا تو مسجد میشینن، بازی رو ول کن. امروز با یک هنرمند بزرگی که جهانگشای موسیقی ایران لقب گرفته، مرد هنجر طلایی است، کسی است که همه در برابرش سر تعظیم فرود آوردن و 40 سالی که سانسورش کردن، دیگر بار به پای خاطراتش می‌نشینیم و خاطراتش رو می‌شنویم. استاد اکبر گلپایگانی. و همین امروز یک خواننده دیگه، یک هنرمند نازنین برای شما نشون میده که مرغ سحر ناله سر کن بابا بسه. اینو که بهار نازنین ما عثمان کشورهای بار سروده بود اون موقع، که این یارو هم که میخونه بعد از مولوکی زرابی، مولوکی زرابی بنده خدا خودش داوود از هنرمندان یهودی نازنین سرزمین ما که این آهنگ رو ساخت، هیچ اسمشو نمیارن و مرغ سحر ناله سر کن. همای پرواز همای قشنگ میخونه میگه نه ناله سر مکن و با مشتم بزن تو دهن ظالم. حالا با ما باشین برنامه امروز رو ببینید، برنامه تاریخی. استاد درود بر شما قربان. مرسی، خیلی متشکرم. خرسندم و شادمان که دیگر بار در پیشگاه شما نشستیم و ورق میزنیم تاریخ رو. اگه بخواید، اگر پروانه بدین، دلم میخواست آغاز کنیم از نوجوانی شما، چون با مهر یزدان پاک من همکنون که دست میزنم به این بدن استاد گلپا، بدنیست ساخته شده، بدنیست استوار محکم، مثل دل، مثل قلب، مثل مغز. بدن بدن ورزشکاره. استاد گلپا، شما چند سالگی ورزش شروع کردید؟ والا من مدرسه دبیرستان بدر بودم، اونجا معلم ورزشی داشتیم به نام آقای اولنگ، اکبر اولنگ، و این یه تیم فوتبال درست کرده توی اون دبیرستان. ما در اون فیلم بودیم. البته بگم بچه های خوبی هم اونجا بودن که همه هم هنرمند شدن. مثلا اونجا ما از بچه هایی که داشتیم، آقای عباس خوشدل بود، و خیلی هم خوب درخشید، در هنرهای زیبا کار میکرد. آقای شاپور غریب بود که چندین فیلم قشنگ درست کرد با خانم فروزان، آقای ناصر ملک مطیع، و اون آقای کوروس رنگزاده بود. اینا بچه هایی بودن که همه اهل عشق و محبت دوستی بودن، ولی من اون موقع
میخوندم ولی زیاد قاطع نبودم با این دار دست اینجوری. عاشق فوتبال بودم. فوتبال؟ بله. اولین ورزش شما فوتبال بود؟ بله، اولش ورزش فوتبال بود. ما یادم میاد که یه زمینم توی خیابان شهباز بود به نام زمین شماره 3. بله. که چیزم بود، شنی بود. هنوز چمن و اینا نبود. بعد ما میرفتیم اونجا بازی میکردیم برای مدارس دبیرستان ها. در اونجا هم با یه چیز آشنا شدم به نام کریم شهسوار. بله. من نمیدونستم که ایشون معاون آقای فکری که مربی تیم فوتبال هم بود. ما با این آقا آشنا شدیم، گفت دید که من خیلی خوب میدوام اینا، گفت شما میخواید که توی این تیم جوانان نوجوانان تیم تهران جمع بازی کنید؟ ما آرزو داشتیم بگه. گفتم بله. گفت اینجا تو خیابان شهباز و سر شهباز اونجا رو نشون داد، ما یواش یواش بازی کنید تیم تهران جمع شدید که از هم دوره های من هنوز یک چند تاش که فوت شدن، آقای نوریان الان زنده است. ما بک تیم حتی با تیم ملی هم رفت با آقای که من آقای حاج نصرالله بود بک تیم بود و خیلی ها دیگه از دوستان. ما با اونا شروع کردیم به بازی کردن، یواش یواش از این دسته جوانان اومدیم که رسیدیم به کلاس یعنی دوره دبیرستان 3 سال اول بود، بعد دیگه 3 سال دومش یعنی کلاس 10 و 11 و 12. اونجا که رسیدیم من رفتم به مدرسه نظام. درست. دبیرستان نظام هم با جزو تیم فوتبالش بودی و دوستان همه اونجا بودن و دیگه فوتبال به معنی فوتبال شروع شد. بله. بعدم تیم ما یه تیم خوبی بود. بعدم که ما رفتیم به دانشگاه افسری یه فرمودهنگ داشتیم که خیلی آقا بود به نام مینباشیان که تا ارتش بودی هم رفت، برادر آقای پهلوی مینباشیان. بله بله. ایشون هم فوتبالیست خوبی بود هم نوازنده ویولون خیلی خوب. آفرین. به من هم میگفت گلی جان. بعد گلی جان که اونجا نشسته برای صحبت میکنه با پهلوی، خیلی برای من زحمت کشید. خیلی زحمت کشید. ما در اون تیم هم بازی میکردیم تا دیگه آخری که دیگه من از دانشکده اومدم بیرون. من شاگرد خوب فوتبالی اونا بیاد به خوباشون بیرون تو دانشگاه نظام. بله دانشگاه. نه در دانشگاه افسری. دانشگاه افسری. چرا از دانشگاه افسری اومدیم بیرون های گلپا؟ روحی هم ساختگار نبود. یعنی من نمیتونستم فکر کنم که حسن بحث این بود که من یه آقای مثلا من میشونم ستار دوم. درست. یه ستاره داشتم. درست. یکی دیگه میومد که مثلا نمیشناختمش، دو تا ستاره داشت، ستون یکم بود. من مجبورم ناخودآگاه به احترام بذارم. حالا این چی کاره بوده، چی نبوده، آدم خوب بوده یا ظالم بوده نمیدونم. دیدم اصلا من نمیتونم این رویه رو داشته باشم. اون وقت شما نمیدونیم اگر با موسیقی که البته آشنا هستیم ولی اون عشقی که من میگم در موسیقی هست، درست میگم، اگر با اون شما فکر میکردی و هدفتون اون عشقی که من بوده، نه خود موسیقی، موسیقی خودش یه کاره. بله. ولی عشق به موسیقی واقعا دوست داشتن مردم، عاشق بودیم زیر بغل جوانان گفتم عاشق بودیم. و همین دلیلم من میگم بابا من اومدم یه جزو هفت دستگاه موسیقی و 5 تا آواز، 7 دستگاه موسیقی و 630 تا گوشه. گفتم بابا یه دینه دستگاه با این دستگاه با من اضافه میکنم، دستگاه عشق. بله. مفصل صحبت کردیم رو دستگاه عشق و آواز اکبر گلپایگانی. بابا شما در دانشکده افسری که بودید شهیدن بچه های همدورات میگفتن اونجا براشون میخوندید. بله. یعنی خیلی میخوندید. یه آقای بود به نام پروین ویولون میزد، یه آقای بود به نام آقای خواجه امیری میخوند. ایرج. ایرج بله. میخوند. و خیلی چند تا موزیسین. آها برادر اون نیاکان. بله. برادر نیاکان که آهنگ ساز رو میزدن قدیم ها اینا، تو اونم هم ارتشی بود یا مرسه نظام اصلا اومد. ویولون خیلی خوب میزدن. اینا ما یه برنامه هایی هم در اونجا داشتیم دوره هم، چون شبان روزی بود دیگه دانشگاه. بله.
بعد یه شباشو از چهار بعد ظهر می اومدیم که به مامو آف میدادن و مرخصی میدادن، ما میومدیم تو جلسه میشستیم خودمون برای خودمون آهنگ میساختیم، شعر میساختیم. از همون مورد دیگه شکوفاییش بروش شد. چند سالتون بودیم موقع؟ من الان به شما میگم شیش و هجده بیست سال؟ الان جوانتر بودم. اه؟ والا دیپلمتون رو گرفته بودین؟ هجده سال دیگه. آره. خب هجده سال دیگه هجده نوزده سالم بود. نوزده سال که ما اونجا بودیم و این کارا رو میکردیم و چقدر اصلا به هیچی فکر نمیکردیم جز عشق، دوستی، محبت، اصلا از چیز بد. و همه میگن گلپا از نوجوانی انسان عاشق و مهربان. آقای گلپا جریان شهباز چیه؟ شما بچه شهباز این دیگه. بله بله خیلی که میگن همه چیز از شهبازه. شهباز این جریان مثل نوغون ما میمونه تو مشهد که همه میگن نوغون. این شهباز ولی خیلی میگویا مهمتر بود. بود 400 دستگاه. خب 400 دستگاه خونه بود. بله یه 400 دستگاه بالا بود. آها. بالای خیابان شهباز کنارش اون کارخونه برق که میرفتیم به طرف قصر فیروزه برقا. اونجا 400 دستگاه جوانای عجیبی داشت، هنرمندای عجیبی داشت. و با هم میدیدم که مثلا آقای حسن حبیبی، آقای صنعتکارا، فردین، اینا همه از اون تکه بالا شدن. همه از اونجا بالا شدن. تختی هم از اونجا بود؟ تختی نه، تختی خانی آباد. آه خانی آباده. بعد شما چجوری، خب تختی که خانی آباد، فردین که بچه محلتون، شما سه تا چجوری رفیق شدین؟ یعنی اولین دیداراتون چجوری بود؟ مثلا با تختی اولین دیداراتون چه بود؟ با فردین عزیز چگونه بود؟ حالا عرض میکنم، ما یک کوچه‌ای که داشتیم در به نام کوچه والی نجا. بله. یه پایین بغلش یه میدونی بود که درش میومدن نماز جمعه و نماز عید فطر و اینا رو میخوندن. یه آقایی هم بود آیت الله تقوی. بله بله. این زیرش یه کوچه بود. یعنی فاصله خونه ما تا منزل آقای فردین اینا 100 متر 200 متر بود. این فقط این میدون این وسط بود. خب به تب ما میرفتیم نماز جمعه هم میرفتیم. چیزایی که اونجا تو میدون اتفاق میافتاد ما میرفتیم تعزیه میخوندن. بعضی روزا بچه‌ها میمدن فوتبال بازی میکردن. من از اونجا دیدم یه جوانی یادمه یه کلاهی تازه مد شده از این کلاهایی که حالا میجو آقایون میذارن لبه داره اینا که تورنتو خریدیم دو تا شما. بله بله. بعد عرضم به حضورتون که یه جوانی اونم اومده فوتبال بازی میکرد، توپ میزد. ما از اونجا دیگه با هم آشنا شدیم. چون منم فوتبال بازی میکردم از اونجا ما با هم آشنا شدیم. دیدم نه این خیلی پاکدل و خیلی ساده است و اینا و بدی هم نمیگه راجوی کسی. این خیلی مهمه آدم بدی کسی بگه. گذشت تا دیگه تو استودیو میساقیه دیگه برخورد که کرده اونجا دیگه مدت های مدید ما هفته دو سه روز هم دیگه مهمونی داشتیم تو خونه و دور هم و جلسه و اینا. از اونجا من با اینا آشنا شدم. چقدر آقای شما رو دوست داشت فرزین. خیلی. من هر موقع باش صحبت میکردم اون موقع ایاتون باشه شما یه بار سال 88 اینا بود تشریف بردین تهران از پاریس اومدین پیش من خدا بزید. یعنی گفتیم من میرم تابستون اینجا رفتین دو تا تابستون اومد نیومدین. منم که موقع خب جف خیلی چیز رو میگفتم زنگ نزنه به شما. از فردین میپرسیدم که آقای گلپا، گفت گلپا اینجا ایران اونو میپرسته. گفتم عباس جون راحت نباشه ایران اینجا اونو میپرسته. فردین عزیزم خب میفرمونین رو تختیر میفرمونین برمان تختی. من خیلی دوشتم کشتیاش میرفتیم مردونه کشتی میگره. منم عاشق ورزش بودم. اونجا کشتی گیرهای خیلی خوب داشتش. درست. مثل آقای همون صنعتکاران که گفتم. بله. آقای محمد افشار حبیبی. آقای حبیبی، نه آقای حبیبی مال شمال بود. عرضم بود روز که چند خیلی کشتی گیرهای خوبی داشت. یه باشگاه بود به نام غلام نقلی که همه این بچه ها تاجیکینا اون برادران چه هر دوشون اینا همه ما رو اون باشگاه بودن میومدن کشتی میگرفت. آقا تختیری من اونجا میشناختمش. همیشه هم که میخواستم کشتی بگیرم من میرفتم پای توشک اون جلو میشستم. حتی خواننده بودم.
خواننده گروه های جابدان بودم. آها. میرفتم اون جلو میشستم تماشا میکردم. بعد یواش 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 این دوستی من یه باغچه داشتم، باغی داشتم در دربند. بچه هم میمادن اونجا. آقا تختی هم خیلی دوست داشتید، دوستی هم داشت که اون دوست به نام محمد فتحعلی زاده بود. بله بله. آقای فتحعلی زاده هم اونا شریک بودن با تی بی تی. تی اولش مالی آقای به نام توکل تی بی تی. دو تا برادر بود. طباطبایی و توکلی. تی بی باقرزاده بود. باقرزاده. تی توکلی باقرزاده. و باز دوره توکلی سومی. توکلی. طباطبایی نداشتشون. نه نه نه. نداشت. ایشون میخواستن ایران پیمان که مال مقدم بود. مقدم ها. ایران درود دارم. رفیق ما بود آقای مقدم. چهار راه پایشون رو تی بی تی بر گیتی نوردم که مال حاجی قفری بود. آقای تختی خود مورد خیلی زود رنج بود تختی. بله خب ولی خود سنی هم بالا رفت و کشتی هم یه بالا وزی سنگینی. درست میفهمم. ولی دوست داشت که مثل همون موقع بدرخش اینا، چون یه مدال طلای المپیکو داشت. یه بعدش هم یه مدال نقره رو داشت. بله. سومم یه برنز داشت. بله. و چهارمم میخواست بره کشتی بگیره. عده مخالف بودن، عده موافق بودن. بالاخره نتونستن راضیش کنن که کشتی نگیره. رفت و اونجا چهارم شد. چهارم شد. البته این چیزای خودش بود. بله بله. دوست داشت. بعد میموندن اینا شب صبح بلند میشدیم میرفتیم کوه. همون دربه. کوه برمیگشتیم میومدیم با همی صفایی برو برای صفایی که کله پاچه میاوردیم باغبونه و دیدیم که ما با اونجا دیدیم این مرد چقدر لوتی جوان اصلا مرد. این بیگه به تحصیلات ارتباط نداره. درسته. چیزهایی میگفت که حتی مثلا یک روز باش صحبت میکردم گفتم اگر شما کشتی نمیگرفتی چون معروفیتت روی کشتی بود و اگه کشتی نمیگرفتی چی دوستش بشی؟ گفت من اصلا حتی کشتی زیاد خوشم نمیام. گفتم کار دینه معروفیت رو اینه چی خوشت نمیام. خیلی سوال قشنگی کردیم. سوال قشنگ. گفتم که شما معروفیت رو اینه چی؟ گفت آقا من برم هی مردم رو بگیرم تقلق بزنم زمین جبونی میاد من کشتی بگیرم. این کشتی کار منه ولی من وقتی اینو میذارم زمین منتش ناراحت میشم شبش نمیتونم بخوام. گفتم چرا؟ گفت من باید زیر بغل جوونا رو بگیرم بلند کنم زمین نه اینکه بذارم زمین. من دیدم عجب عمیقه این آدم چقدر پره دیگه شاگرده شدم علاقه من شدم به این آدم. استاد گفت در رابطه با این فرمایشی که کردید که آدم واقعا یه چیز دوست داره میبنده صداشو، یه چیز دوست داره صداشو وا میکنه، شما پیش از اینکه خودتون به شهرت برسید و به عنوان یه خواننده مطرح سرزمین ایران و بعد القاب بزرگی رو بگیرید که تا حالا کسی نگرفته و نخواهد گرفت چون هنجر طلایی نام‌آور موسیقی ایران، جهان گشای موسیقی ایران در جهان غیره، شما در نوجوانی عشق خودتون کی بود در رابطه با خوانندگی؟ صدای کی رو دوست داشتید؟ از صدای ادیب خیلی خوشم میاد. از واقعا خیلی صدای گردن کلفت اصلا صدا بود ادیب. بله صدای بی نظیری بود و بعدم خودش اذعان کرد که تا یه مقداری اشتباه داشته ولی حالا مثلا اشتباهش هم بود که ادهی را که میخوان شاگردن یا کار میکنن میان مثلا میگن شور سگاه چارگاه ولی خب این وقتی که میگن شما سگاه چارگاه پنجگاه پس از چطور میشه از سه شروع شه پس یه گام داشتیم. بله. دو گام داشتیم اون وقت سگاه داشتیم. درود باشه. گاه و بیگاه داشتیم. حالا اینا رو نمیدن. حالا اینا رو ما کار ندارم. اینا رو میشه ریاد گرفت. درسته. ولی اون چیزی که لازم بود این بود که شروع میکنن برای خوندنش مثلا شور. حالا ویالون یا ساز یا نی یا هرچی زده آماده کرده گوشها رو برای شنیدن. چون حالا خواننده میخواد بخونه میگه دلی دلی امان 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 به این چیه؟ میگه درآمد اول. حالا دوباره اصلا یه دلی دلی امان امان با یه شکل دیگه این چه درآمد دوم؟ معلوم سبا یک خواننده اومده بود. بله. می‌خواست امتحان بده. پیش سبا. بله معلوم سبا تو هیئت هفت نفری. اومد اون آقا معروف هم بود. بله. گفت که
چی میخونه شما؟ گفت آقا دشتی بزنیم. یه دشتی زد و این شروع کرد باز همون دله دله، همون درآمد اول و دوم و سیوم رو سبا کن. با میگم تو در لغت تو بخوای به دم صبح به درآمد 40 برسه، شعر بخون. من همه اینا رو زدم که تو با شعر شروع کنی. این کاری که من از اونجا یاد گرفتم با شعر، پیش ما سوخته که ماسیر میخوا مارد و خرابات دیوانه رو بستیم، مسته مستم ساقه دارم. من با شعر شروع. آقای ادیب وسط کاراش که کرده بود یهو اومد متحول شد، گفت آقا من میخوام با شعر بخونم. حالا چرا با شعر نمیخوندن؟ برای اینکه اون کسی که شروع میکنه دله دله همون درآمد اول میخواد خودش کوک کنه. یعنی اگه بخواد شعر بخونه به قولی حالی شبونا الان امروزی ها میگن فالش، اون وقتا میگوتن با خارج داره میخونه. میخون تا خودش جفت کنه، شعر بتونه. شما یه ضرب میای ولی عدیب خون اون شعر معروفه که گربوبت عمر به میخانه روم بار دیگر. چقدر قشنگ، چقدر زیبا. از اونجا متحول شد عدیب. به نظر من از اونجا خواننده خوب، ولی از اونجا شعر خیلی مفهوم میخوندن و تحریرهایی که میدادن توی گلو بود، با زبون نبود. این اصطلاحیه که بیشتر خود آقا ادیب الان متوجه هستن که من چی عرض میکنم. یعنی عده‌ای از خوانندگان هستن با زبونشون و سرشون تحریر میدن، ولی تحریری که از توی گلو بود منحصر به فرد آقای ادیب بودن. و دیگه این اصلا تعارف نیست. همه دوستانی که الان جزء اساتید هستن اینو میدونن و قبول دارن. من عاشق صدای آقای ادیب بودم و آقای مرحوم نورعلی خانم همیشه دوست داشتن آقای ادیب. و قرار شد که ما هفته یه روز یا دو روز بیم در خدمت استاد و اون چیزایی که استاد داره که ما نداشتیم. و که یادم با یه شعری برای من شروع کردم جلسه اول دوم که اومدم، اول خواهش کردم ازشون این بود که اون حسینی رو برای ما بخونن که من یاد بگیرم. من اون تا مرحوم نورعلی خانم یک ستاری داشتن کوچولو به نام روشنک، ستار کوچولو همیشه همراهشون بود. بله. که اون ستار رو در آوردم و جناب ادیبم شروع کردم به خوندن با این شعر: فریاد از اون نرگس مستی که تو داری. بله. آه از دل دیوانه پرستی، بیگانه پرستی که تو داری. بله. ترسم که یکی زهل وفا زنده نماند بر کشتن این طایفه دستی. یا سد حسین طاهرزاده. آه طاهرزاده بی نظیر. ولی خب دیگه الانم که خواننده‌های خوبی ما داریم، ولی راه هر کدوم، ولی ما نمیگیم بده. بله. من معتقدم اینا این یه راهی رو انتخاب کردن برای خودشون. بله بله. یه دم نه، ما صدای قشنگ داشتیم مثل آقای عبدالباب شهیدی. بله. مثل خود همین آقای خواجه نور، خواجه امیری ایرج. بله. بله. مثل منتشری، اینا همه شاگردای مهتاج بودن. آها. نه ایرج، آقای منتشری، آقای عبدالباب شهیدی، آقای جمال وفایی، آقای شجریان و و و که خیلی هستن اگه بخوام اسم ببریم. بعد از اینا منتن همه شان اومدن شاید نتونیدن دیگه میخوندن، معروف شدن شاید نتونیدن. ما الان شایدهای خوبی هم داریم. باید. مثل جهاندار یک از صداهای خوبه. نمیدونم آقای مهاجر، آقای صادقیان، شایدهای خودم، همین آقای حسن، تعداد زیادی. بله. آقای سال عقیلی، آقای مختابات و اینا همه خوبن، ولی بعد هر کدوم راهای خودشون انتخاب کنن. مختابات بله. همه شون رو بعد راهای خودشون رو انتخاب کنن و یعنی اینا صداهای خیلی زیبا دارن. بله. حالا من معتقدم هنوز تو این جوان ها ما الان یه پسری داریم که میخونه 10-11 سالشه. شما باید این اگه بهش برسن واقعا ستاره خواهد شد. درود بر شما. ستاره 12 سالگی تو کلاس هست مال سامخانیان که در اونجا خودم من رفتم افتتاح کردم در تونکوبو. این بچه شاخصه، نوازنده سنتور داریم به نام امیرعلی، بی نظیره، این پایور ساز میزنه. باریگه آفر. خب ببینید کسایی یه دختر بچه داریم 8 سالشه ویالون میزنه میان خونه ما. اینا من اینا رو بهشون مدال جایزه هم تهیه کردم. آفر. پیشمون صورتش هست، عکساش هم هست، همه پیشمون آقای سامخانیان.
عرضم بروتون ما باید یعنی که کتابو بله بله ما باید ببینیم که بله ما باید ببینیم که این جوونا رو چجوری باید تر خشکشون کنیم. خب اینا گرفتار مالی هم دارن بله مشکل ولی باید کسانی که دستشون بود همیشه این ثوابه زیر بقله اینا از ماندن مالی هم بگیرن بله کمکشون بکنن. این که از بچگی استاد گلپو این مطلبی که شما فرمودین خیلی مهمه. طرف از بچگی از خردسالی با موسیقی و آواز آشنا میشه. شهرام نظیری به من میگفت که مادرش موزیسین بوده بله. و این در دامان مادرش از کودکی با موسیقی بله. و زدن و خوندن آشنا شد. ببینید از همون موقع که اون لای لایی که میگفتن پای ننو اون ببینید چه بله. همون موسیقی بیریا اون مادر با اون حال خودش بچه‌ش تکون میده و تو نانو این شعر رو میخونه. نه حالا عده ای من دوستان هستن که از یک گوشه کوچیک لذت روحا لطیفه بله مثلا ناراحت میشه میگه آقا شما کتابی که نوشتین حال کتابی که من ننوشتم بله منم که پول نگرفتم من پولی نیستم بله، این کتاب بخشیدم بله. اون کسی که اومده این نوشته مثلا یادش رفته عکس ایشون رو مثلا در این صفحه دارم داره در اون صفحه بذاره. اصلا موسیقی سابقا دیگه تو خونه دوله ها بود بله. بله اصلا موسیقی مردم بله. عادی خیلی کم داشتن بله. اونجوری بعد محمد رضا شاه استاد من که این سعادت نداشتم ایشونو ببینم ولی اونطور که بعدها شنیدم و اینها به گلپا خود شاه به گلپا به عنوان یک گنجینه نگاه میکرد از موسیقی ایران. شار از ناور بدونید که با من ما با هم در مجلس سنا جایزه گرفتیم که این جایزه رو به شما پیشکش کردیم بله. که در این برنامه دوستان میبینن. شار از ناور به من میگفت که من فلانی فکر نکن نفهمیدم. من اینو فهمیدم که وقتی که من در برابر شاه تو مجلس خوندم و اینا شاه یه پچپشی ایتیوتی رو اینا کرد و بعدن دوستان من خبر دادن گفتن حالا که این فرانسه اومده از فرانسه و شاه رو حالا بگید اکبر باشه بخونه. یعنی حتی محمد رضا شاه در برابر شارل ازنابور که از فرانسه اومده مهمونش تو دربار باز دوباره میخواد ارزش میهن خودش نشون بده صدای هموطن خودش نشون بده و بین همه انتخاب میکنه اکبر گلپایگانی. من تو اون مجلس که خوندم که گفتن شما باید بخونید نه من وقتی شروع که ببینید درسته قضیه سال از نبول من چهچه های عجیب و غریبی میزدم متنوع و اصلا واقعا دیگه میدان رقابت بود بعد با شارلز ناور رو آتش می‌کردین. این همینطوری من نشستم آواز ایرانی در برابر آواز فرانسه نگاه می‌کرد و بعد گفتش به من که ایشون هم خب می‌خوند و همه دور هم جمع بودن کنار استخ. وقتی من خوندم گفتش که شما چجوری حالا ترجمه می‌کردم من که فرانسه نمی‌دونم در من که چجوری شما این آوازو خون رو میکنی چهچه میزنی چهچه بلبل. من گفتم میخوای توی الان یاد بگیرین و گفت چه کار گفتم بگو ها گفت ها من اینجوری زدم سینش ها بلند شد من باشی که ساعت رولکشو که دست منه من یادگاری ازش دادم گفت تو به من یه چیزی یاد دادی این بود داستان جالبه جالبه. یعنی واقعا اینو میخوام بگم که شما خودتون در اون اوج و قله بودی و میخواندن شما رو ولی برخی دیگه درخواست میکردن که در یک محفلی جایی بشین و بخونن. نکته دیگه ای که شما گفتید آقای گلپا خیلی به دل من و به دل همه مهربان یاران سرزمین آریایی نشسته اونه که بارها گفتید آقا ما که میریم عربی میخونیم حالا هر چی میخواد بشه عربی میخونیم شما یه عربی یه خواننده عرب رو بیار شعر سعدی رو بخونیم داره اومده ناخر. نایمده که آخه که من که زبون شما رو نمیدونم بیام عربی بخونم اصلا عربی هم که شما میدونیم با یه ا او تغییر میده بله همه چیز چرب میشه. خب من یه چیزی بخونم اشتباه بخونم خودم خجالت میکشم بله. هر وقت شارل ازنابور فرانک سیناترا
کنار ما زکی مورن، ابراهیم تدریس، اینا اومدن یه شعر حافظ صدیق خوندن، منم میرم ترکی میخونم. البته میان پرانتز، ابراهیم تدریس که خیلی هم شما رو دوست داره. بله با من رفیق هم. یکی ایرانیه، میدونی چون کرده ایرانیه، ابراهیم تدریس همش با اینو فرق میکنه. نکته دیگه ای که خانم ام کلثوم اومده روایت عمر خیام که احمد رامی به عربی ترجمه کرده، به عربی خونده. عربی. یعنی به فارسی نخونده. اینا بدون. ولی استاد گل این سخن خیلی قشنگه. یعنی بچه‌ها عمق این مسئله رو شما باید بفهمید و روش پژوهش کنید، انگوش بذارید که آقا این حرف سخن استاد گلبا خیلی مهمه. یک عرب نمیاد از ما بخونه، ولی این مرد استاد برتر موسیقی ایران. شما قربان از همون نوجوانی که شروع میکنید بخوندن، یعنی دقیقا 70 خورده سال پیش شروع میکنید از حافظ خوندن. بله در خرابات مغان از این قشنگتر میشه. یعنی 70 خورده سال پیش تو از حافظ شروع میکنی. یا شما سعدی یا اون سعدی مولانا از مولانا میخونی. اون لحظه که میگه آدم ها تکون میده، بله، توی باغ نشسته میگه باغبان حرامت با آخر عمرشه، باغبان حرامت با زید چمن که من رفتم، گر به جای من سروی غیر دوست بنشانی. چقدر زیباست، دلانگیز، چقدر زیباست. من همیشه نورعلی خان استاد من میگه برو تو گلپا باید بشی، تقلید نکن. عده هستن خیلی محترمانه شاگرد آقای فاخته و اسمای دیگر، من الان بخوام بگم باز یه چیزای توش پیدا میشه. شما همه ادای زلی رو در میاری. بله. چرا نام زلی رو نمیاری؟ اسمش هم نمیارم، اسمش هم. ولی چون نسل نو، نسل جوان اومده، ما اسم شهرام ناظری که ما نسل سابق بود آوردیم. الان نسل نو این پرواز همای، پرواز همای اومده، بچه اینم در دامان مادری پرورش پیدا کرده که موزیک میدونسته، تار ساز میزده، الان اومده میره از مولوی میخونه، کنسرت های بالا صاحب تبریزی رو میخونه، ترانه های قشنگی میخونه پر معنا که بعضی استاد میترسن. یعنی من مطمئن هستم همون موقعی که شما میخونید که 70 خورده سال پیش که در خرابات مغان نور خدا میبینم، این عجب بین که چه نوری ز کجا میبینم، من مطمئنم همون موقع یه عده اصلا میترسیدن که دنبال از کنار چنین اشعار حافظ، غزلات حافظ رد بشه. استاد گلپا به همین قطعه کوتاهی که استاد شهرداد روحانی دوست عزیز شما و برادر انوشیروان روحانی رهبر ارکستر است و نازنینم پرواز همای و گروهش، گروه مستان اجرا میکنن، شما توجه بکنید همون در راستای فرمایشات شما که بابا بس دیگه اینقدر این مرغ سحر، مرغ سحر ناله سر کن، اینو ملوک زرابی او مال نی داوود بوده کی خونده، تازه همه شعرش هم خونده و اینها شعر که خطرناکه برای رژیم الان، خطرناکه، دنبالش اصلا تا الان نخونده و نمیخونن، بعد عمش هم میخونه، بچه‌ش هم میخونه، اونم میخونه مرغ سحر ناله سر کن. حالا این نازنین رعنا، این جوان دلیر آریایی، این مهربانیار که از یک روستای کوچک ایران برخاست و بر قله جهان نشست پرواز همای و در بزرگترین سالن‌های جهان با ارکسترهای بزرگ رفت و اجرا کرد، ببینید پاسخ مرغ سحر رو با ترانه و تصنیفی که خودش سروده و با ارکستر بزرگ اجرا میکنه میده، میگه بابا بس دیگه اینقدر به ما میگید مرغ سحر ناله سر کن، خسته شدیم ما، غمین شدیم، دل شکسته شدیم، گوش من از اینا دیگه چه شده، ول کنید دیگه. میگه نغمه های شادی بزن، نغمه های سرفرازانه بزن. میگه بابا این ظلم همیشه هست، این ستم الان هم هست، میگه مکر و نیرنگ هست. خیلی زیباست استاد. میگه بر دهان ظالمان بزن، میگه از گناهشان مگذر. این خواننده، این هنرمند، این نسل نو استاد. سحر
ناله سر مکن مرغ سحر، ناله سر مکن دیدگان خسته تر مکن، دیدگان خسته تر مکن، ما ز آه ناله خسته ای، ما غمین و دل شکسته ایم، ما ز آه و ناله خسته ایم، ما غمین و دل شکسته ایم، گوش من ز ناله کر مکن، گوش من ز ناله کر مکن، ناله سر مکن، ناله سر مکن، ناله سر مکن، ناله سر مکن. شادمان خان صد سرود جاودان خان، با نوای عاشقان خان عمر من درا، چون این هدر مکن عمر من درا، چون این هدر مکن، ناله سر مکن، ناله سر مکن، ناله سر مکن، ناله سر مکن. شجاعت نداشته از خوش آنان که در راه عدالت به خون خیش قلتیدند، دیگه این آخر کاره، آخرین سوت قطار، دیگه این آخر کاره. آخرین سوت قطار، این ویرانه و زبون حال مردم، یک دونه شعر بعد من نه. هر کی اومد بیاره من نخوندم. از آتش ما غیر خاکستر نمونده، این خانه ویران گشته جز یک در نمونده، آن هم در این نیست ره گستری نیست. اونا هم که اومدن یه همچی کارهایی کردن شاید گرفتار پول بودن، بله، مگه اونا هم دوستن رای اینو بخونن؟ وقتی حافظ ما داریم، مولانا را سعدی داریم، ببینید من همیشه چیزای حرفای بزرگترها رو تو گوشم هم. نورعلی خان گفت اگه میخوای بری مثل آقای بنان، آقای فاخته‌ای، آقای ادیب، آقای اون بخونی،
نرو بخون، اونا خودشون خیلی خوب میخونن. تو باید گلپا باشی. اینجا کجا برم دیر پا پیش جمارم، به عالمی شده روشن، به عالمی شده روشن، چافتا ازش میکردم. همیشه فکر میکردم اگه کوه میریم برم به قله برسم. درود بر شما. به سرازیریش فکر نمیکردم که از اونور برمیگردی، از این ور فکر میکردم که باید برم به قله برسم. اینا هدف من بود و شاید اگر من موفق شده باشم، که من همیشه از اون کسانی هم که به من گفتن نخون، من خیلی تشکر میکنم، برای اینکه اونا من جواب دادن نکردن. میدونی الان همه میگن گلپا، من همونم دیگه، فرق نکردم. زنی که یه مقدار چشم کم سوتر شده، دندونم که خورده ندارم، ولی خوشتیف برمان. یاد اون آسانسور بخیر و در شهر ونکوور کانادا برمان، که ما داریم از دیگه بار گفتم، بازم بگم ما داریم میبینیم پایی، حالا ما هستیم، پرویز هست، دوتا دیگه افشین هست، یا میبینیم و استاد گروپا دوتا خانم بلند. آقا یه نکته دیگه که خیلی تو زندگی شما مهمه، این مسئله ازدواج کردن شماست. یعنی شما در هنگامی که رو سرتون دعواست، یعنی یه اکبر گلپاس یه ایران و همه، چه خواننده چه دختر خانمای تو خونه، اینا شما به من گفتن، من اینا رو خبر دارم، خودتون نمیخواید بگین متواضع هستین و اینا، خیلی درخواست دارید برای ازدواج و عروسی و عشق و عاشقی. خب همه جوانان داشتن دیگه، همه داشتن این راست میگی، ولی شما از همون موقع همین اینا رو میذارین کنار، یه زن رو میگیرید، گلی خانم رو، همشهری ما رو و همشهری ما و از نوادای عمر خیام هستن ایشون، عمر خیام، و میگید این بعد ولی هیچ هنرمندی ما سابقه نداره که با یه زن ساخته باشه، اصلا سابقه نداریم. فردین حالا خدا میگه مرددش، فردینی هم داشتیم و کسی دیم. شما اون موقعی که گلی خانم رو انتخاب میکنین و میرین میبینینشون، پیش از این که برین به دیدنشون، یه کمی دارم میخواد از این دعوای کسانی که مایل به ازدواج با شما بودن بگیم. ببینین ما در اون زمان اصلا به فکر اینقدر گرفتار موسیقی و ورزش بودم که اصلا وقتی برای کار دیگه نداشتم. یه روزی داشتیم میرفتیم توی، من یه ماشین پونتیاک پاریزیان خریده بودم که خیلی شیک بود، آقای یا حقی سوار کرده بودم، میخواستیم بریم که نمیدونم کجا، میخواستیم بریم که تو را با هم میرفتیم، حیف نمیاد تو یه زن نگیری. پرویز گفت پرویز یا حقی، بله، این بچه ها اونجا توی این ماشین گلوت بودن اینا، نزدیک حدود 30 سال ما شده این تازه این حرف داره میزنه، یعنی تا اونقدر من گرفتار بودم فکرش نکرد. بعد خب برادران بودم، پدرم بود، خیلی اینا محبت داشتن به من، محبت میکردن، کمبودی نداشتم تو زندگی. خب من فکر کردم که یواش یواش این رفت تو سر ما، که گفتم خب چیه، گفت ولی باید خیلی دقت کنی. گفتم چرا؟ گفت یهو یه زنی نگیری که بگن آقا دیروز خانم گلپا تو جاده چالوس مثلا با فلان کس داشت میرفت چالوس، هیچی نگن بعدا، ولی همین کلکه میزن این به تو یه لکه به این میشه. اومدیم و یه جلوی کلاس ما یه کسی بود به نام کیفروسی داشت، بله کیف و کپش و این چیزا، یه پسری بود به نام حسن. من اومدم گفتم که حسن من به روزی میدونم چقدر 10 تومن چی میدم، دو چرخه داشت. یه دختر خانمی من دیدمش توی یه مهمونی که همون مهمونی عموی گلی خانم بود، بله جمع ما چیزش هم توی اون چی امید ایران این دبیرستان، تو روزا برو صبح که این میره تا مدرسه با دو چرخه تقریبش تعقیبش کن، بعدم بیان گزارش 500 متر بود از مغازش تا اونجا تعقیب کردی. بعد رفت
20 روز این طور اومد. گلی خانم داره میخنده نمیدونستش. 20 روزی که گذاشت اومد به من گفتش که نه ایشون با دو تا دختر هستن که اون دختره هم لیسانسی هستن هستن خانمای محترمی هستن. گفت این دو سه نفر فقط با هم دیگه همین رو میان. گلی هم زودتر از اینا توی خونش نزدیکتره میره اینا خدا بسیم کنن میرن. ما فهمیدیم که خب الحمدلله اولش به خیر گفت. رفتیم و ازدواج کردیم بکنیم. مادری داره خیلی با سواد رئیس جز به شرکت مکادمو داشتن اینا. بعد درود داریم به مادر گلی خانم. بله خیلی زن خوبیه و من عاشقشم. رفتیم اونجا و یه دیدیم یه آدمی که خیلی لوتی این زن. گفت چی میگی؟ گفتم که ببین من این هنرمند تو اینقدر دورش حاشیه هست که حد حساب نداره. نه من اومدم اینجا خودم تبرئه کنم نه چیزی. من از این خانم خیلی خوشم اومده. گفت چی میخوای بگی؟ گفتم که پسرموش من باش صحبت کردم. گفت هر وقت شما میخوندی من میرفتم میگفتم گلی پسرموش که فریدون سعیدی که الان تن آمریکا. گفت بودم گلی گل پا داره میخونه با گفت میدونیم اومده اصلا ده دختر کوچولو باید بره چیچی و دانس و رقص و این چیزا بکنه میومده آواز ایرانی گوش میکرد. گفت قسم بخوای این دختر من خوشبخت میکنی. ما قسم خواهیم همون شد. پنجاب و سه سال شده که ما بیش از نیم قرن. بله خیلیه با. بله یکی از چیزایی که همیشه شوخی میکنم میگم ایده ای که جوان ها میان اینا رو باید الاتت اصطلاح کنن که اولی که میان اسماشون رو عوض میکنن بعد سرشون رو عوض میکنن بعد هم ماشه میشون. البته شوخیه کار همه خودشون رو میرن کار همه کار همه اون شاید اونو درست بگن ولی ما اشتباه کنیم. ما میدونیم که تو این ازدواج به سبک آریایی قربان چون یه اسناد شما الان آزاد گذاشتم که همه هر کی میخواد استفاده کنه ولی صفحه ولی چی نوشتم نوشتم یک ازدواج به سبک آریایی جدایی نداره یعنی طلاق توش نیست. دومی که ازدواج موقتی هم نیست که آدم بگه ما و سوم این که ماندگاری و کانون گرم خانواده با فرزندان آفرینی نیست. حالا نه من بگم باید چی ساخته بشه از این ولی یک چیز هست که من برای شما بگم. بله آخه منی که اومدم یه ازدواج کردم من برای که بخوام جدا بشم یه بدی باید ببینم ازنم من که ندیدم آفر. از خانوادهش ندیدم. ایشون اومده با من زندگی کرده دو تا بچه دست گل هر دو دکتر یکیشون زن یک دونه پروفسور فرانسوی شده کلود که شما میشناسینش دیگه. بله کلود یکم حافظ ساقی. حافظ هم میشناسیم یکی حافظ یک برادر عموش و صدا حسین تاجزاده صدا حسین نسته خودش هم پسر حافظ خیلی به اینقدر بچه خوبه هنوز که هنوزه به بار این سه روز یه دفعه چهار یه روز دفعه زنگ میزنه از تگزاس آمریکا هر جا هستن به من هم میگن بابا گل کیف میکنم وقتی میگن خب بچه های خوب ما داشتیم آخه چه چیزی باشه که ما چه چیزی که بیام این زندگی به این قشنگی رو به هم بزنیم که چی دوباره بریم اثر مسائلی که ممکنه ما ندیده باشیم هزار تا پیچه خمن توش باشه اون بیاد به سرمون. ما یه راه راست رفتیم نه سیاسی بودیم نه به کسی بد گفتیم نه منفی بودیم. بله حتی اگه کسی به ما بدی کرده که کردن شما خوبی کرد ما خوبی کردیم خجالت بکشن اینا. بله. مگه اینا خب تو دیدی رفتن تومار درست کردن. بله. گلپا رو بکشی. بله بابا جان. بله من اگر خوندم برای شاه من حرفم این بوده ولی شعر خوندم. بله همه درها اگر بسته در قصر خدا بازه برای هر کسی. من اقبال سلطان یکی از ستاره های آواز ایران بود در قدیم. من چیز یاد گرفتم از حسن ایرنگی من چیز از ابراهیم گردن تزیخون من چیز یاد گرفتم همه رو من رفتن دونه دونه با اینکه شاگرد نورعلی خان بودم آقای قهر اسماعیل خان رحمانی یکی از بزرگترین ردیف دوناست که استاد نورعلی خان بوده با اینا زندگی کردم با سوا زندگی کردم من چطور میتونم بد باشم؟ آخه ببینید وقتی که معلمای خوب
اینا نمیذارن کسی بد بشه. شما کنار استخر لجن ردچی احتمال داره که شتک بشه، یه چیز از آسمون بیفته، یه کلاغ چیزی، یه گردو داشته بیفته توی حوض لجن میچه که به لباسه. درسته. ما از کنار حوض لجن رد نشدیم، از کنار سبا، نورعلی خان، رولای خالقی، از اینا ما رد شدیم. ما چطور میتونیم اینا رو بزنیم زیر پا؟ بریم بدی رو بچسبیم؟ نه، من حاضرم همین الان بگم فردا. من گفتم 40 سال پیش خوندم، الهی به جان خراباتیان که از این محنت هستیم وارهام، پس من که هم مردن نمیترسم. من هر وقت بگم رب بگم قربان شما، ما زودتر این من فاصله تموم میشه، ما میریم. از مادر متولد شدیم، پاک اومدیم، از اینجا با یک کفن بدون جیب میریم، هیچی هم نمیتونه ببریم. حالا اینا رو ول کنین آقای گلپا، من میخوام یه پرسشی از شما بکنم. اون اینه که الان من شنیدم میخوان یه فیلمی از زندگی شما بسازن و اینا، نظرتون در این مورد چیه؟ ساختن فیلم خیلی خوبه. شنیدم پیشنهادات زیادی هم شما کردن، شما رد کردین. بله. بگم اینجا خودتون حالا بفرمایید. این روید فیلم قشنگه. بله. ولی فیلمو باید آرتیست، من هیچ وقت آرتیست نبودم. ولی آقای گلپا الان اگر کاری بخواد بشه، من این پیشنهاد رو میکنم، یعنی حتی به اونایی که به شما این پیشنهاد رو کردن، که میدونید فیلم اگر الان بخوایم فیلم گلپا رو بسازیم، یه فیلم سینمایی 90 دقیقه یا 120 دقیقه از زندگی گلپا، یک هنر پیشه دیگه ای نقش شما رو بازی میکنه تا به امروز. بله. بعد امروز شاید از مثلا 90 دقیقه فیلم 70 دقیقه 80 دقیقهش رو اون هنر پیشه بازی میکنه که شبیه شماست، کستینگ میکنن، میاد شما خودتون میبینین میگین این خوبه شبیه منه، مثلا 20 نفر میارن جلوتون، شما میگین خب، بعد گیریمش هم میکنن شبیه جوانی شما میشه، فیلمو او بازی میکنه تا میرسیم به امروز. دقیقه عاشق کن. و اگه من بدونم این کار کمکی میشه به فرهنگ این مملکت، به ادبیات این مملکت، به کسی لطمه نخوره، از کسی بدی نگن، من امکان نداره پول بگیرم. این پول ما میبخشیم با نظر خود شماها دوستان که تو این را کمک میکنی، من میبخشم به بچه یتیما که میخوام من دانشگاه یه جایی که من احتیاج ندارم سنی کردم. اون پول رو استاد گلپا حضیر پول رو اصلا اون ابتدا یه صندوق گذاشته میشه و خود داوود میرباقری و بعد شما سیناریست رو انتخاب میکنید که چی کی سیناریست، اما تیمی که میخواد این کار رو بکنه پول رو استاد گلپا چون نمیگیرن، ولی در تهران یک دانشکده بسازید، دانشکده گلپا. بچه ها یه روزی با هم صحبت میکنیم، گفتن که چیه تو از عشق میگی؟ گفتم جز عشق که من شاعر نیستم، ولی همینطوری میاد بعضی موقع، جز عشق که اسباب سرفرازی است، بقیه اون همش بچه بازی. خیلی بشه، خیلی ورسد، سباس گذارم استاد گلپا، خیلی بهره بودی، قربان شما، بسیار سباس گذارم. در خرابات مغان نور خدا میبینم، وین عجب بین که چه نوری وین عجب بین که چه نوری ز کجا میبینم. درود بر شما جناب سیاوش عوستایی گرامی، واقعا من به خودم افتخار میکنم، خوشحالم که چگونه با این صدای رسا و با این صدای بسیار بسیار زیبا، بیانی زیبا، بیانی واقعا منطقی، عظمت و شکوه ایرانی رو در پیش چشم جهانیان به نمایش گذاشتیم. واقعا بهتون شاد باش میگم، سپاس از مهرتون. جناب سیاوش عوستایی گرامی و دوست داشتنی، واقعا در تایید گفتار بسیار
زیبا بسیار درست شما در یورش به تازیان در مقابل این ایده پلید تازی که چجور هویت ایرانی رو مورد یورش قرار داد، من هم البته فراخوانی دادم به بچه های شهرستان بهبهان که مسجدها رو خالی بذارن، امامزاده های در واقع که حدوداً 11,000 امامزاده میدونین ما در ایران داریم که 9,500 تاش بعد از اومدن این نواده های تازی سربر آوردن، یعنی به هم مثل علف هرز از دل زمین در میان. من هم البته یک فراخوان دادم. چقدر زیبا، چقدر دلنشین، چقدر باشکوه و چه تصاویر زیبایی، همه یکی از یکی بهتر. آهنگی که خوندن حرف دل بود، بلکه دل حرف بود. بگو درد که چنین استادی باید 40 سال خاموش بنشینه. و یکی از گله هایی که از امثال استاد شجریان هست اینه که اینها در زمانی که خب بدون اجازه کنسرت میگرفتن داشتن و کاست میدادن در زمان پس از 57، متاسفانه هیچ یادی از این بزرگان نکردن و عجیب فراموششون کردن، همچنان که بسیاری از بازیگران سینما مثل فردین که دق کرد، در واقع دق کرد، اما هم یارانش مثل علی نصیریان و داوود رشیدی ها یک بار نگفتن چرا فردین نه، یک بار امثال استاد شجریان ها نگفتن چه استاد گلپا نه، مگه چه خیانتی کرده استاد گلپا که مستقل بوده از اول، از اول زلال بوده، از اول پاکترین بوده، به این پاکترین باید خاموش بنشینه، اما دیگران میدون داشته باشن و آواز بخونن و سخن بگن. جناب اوستا، من تو ایران هستم، از اون کتاب 7000 سال میخوام تهیه کنم، خواهش میکنم راهنماییم بفرمایید. با تشکر. تلفن من الان افتاده خدمت. درود بر آقای اوستا، امیدوارم خوب باشین. من چند سال پیش زنگ زدم و درخواست نام کتابی که نامهای دخترانه هست رو ازتون گرفتم. امروز زنگ زدم به خاطر اسامی نامهای پسرانه و که گویا نوشته دکتر کوروش آریامنش هستش. اگر نمیدونم بتونید وقت کنید، لطف کنید و از طریق ایمیل به ما بزنید که من این سری چطور میتونم این کتاب رو دریافت کنم، ممنون میشم. ایمیل ما هستش درود بر شما آقای سیاوش اوستا. بنده کم زنگ زدم اگر دو زنگ زدم و خواهش کردم که اگر اینطور میشد کنار فکر. آقای سیاوش اوستا درود بر شما، من بیننده برنامه های شما هستم، خیلیم دستتون درد نکنه، ولی به هر حال امثال شما هستن که باید مردم رو آگاه کنن، قایم کردن و در خفا نگه داشتن کاری زیاد قشنگی نیست. حالا نمیدونم نظر شما چیه. من اولا این دومین و پیامیه که با شما میدارم. اول آقای سیاوش اوستا، من از سیاتل زنگ میزنم خدمت تو. میخواستم بگم این همه مسلمان ها که میگفتن امام زمان میاد، امام زمان میاد، آمد دیگه، رضا شاه آمد، این همون امام زمانه که میخواست بیاد. اینو خواهش میکنم عنوان کنیم، من بشنوم که شما گفتی، نمیتونم به همه تلویزیون ها زنگ بزنم. خیلی متشکرم. سلام، من تقویم پارسی ایرانی چون رو میخواستم. روز شب خوشی داشته باشید. بدرود و خدا نگهدار.
بیش از 1,000,000 صفحه آثار سیاوش اوستا را به زبانهای مختلف با یک کلیک ببینید و بخوانید و بشنوید.